خب بینده گرامی، گوشی دیگی شهر استانبول آمدیم. در یک گوشه هنرمند نامدار وطن محمد جان گورن ملاقات کردیم که واقعا برای من جالب بود، بعد از 42 سال یار خود دیدم. در گوشی دیگی استانبول میم، چهره آشنا و نورانی را شما که در پرده میبینید پیدا کردیم. بشه جان وفا را خواستیم که از بشه جان هم چند لحظه صحبت بگیریم، حرفه بزنیم، بپرسیم که چی میکنن، به ترکیه چی میکنن، گردش آمدن یا دور روزگار، جبر روزگار را کشاندن اینجا. بر حالت بشیر قن، خوش آمدی به تلویزیون امید 24. لطف کردیم، سلام بر شما و سلام به تمام بیندای عزیز خوب شما. خدا کنه که خوب باشین، سلامت باشین. خب معلوم دار است که چالش های بسیار خطرناک در افغانستان حضور پیدا کرد و ما به خاطر از مو که بتانیم خود بکشیم در استانبول و با تمام اعضای فامیل عزیز خود تانستیم خود بکشیم استانبول. میگه خداوند پس دوباره وطن ما را آباد بسازه و پس دوباره از درد و غم و رنج دور بسازه که ما پس بریم به وطن خود، یا انشالله که نصیب قسمت نمیفهم کجا خود ما را برد. خب هر جایی که از گذشته ها گفتن، هر جایی که قسمت بود و آب دانه بود و اموجا انسان بالاخره مسکن گزین میشه، ولی خب هموطنان ما شاید دوست داشته باشن که بفهمن که بشه جان وفا هم که آل مهاجر است چه احساس داره. قبلا مسافرت میکردین یک احساس بود، ولی آل که به اصطلاح دوباره مهاجر شدین بعد از اینکه 20 سال واقعا زندگی زیبایی های خود نشان داد برای ما، ولی حالا که میبینید زیبایی ها همگی ظاهری بود، مثل یک سراب بود که ما فریب خوردیم، ولی امروز شما پس دوباره مهاجر هستین. از مهاجرت کوتاه کوتاه بگوین برای ما. خب خالد جان عزیز، طبعا معلوم دار است که وطن ما تقریبا در 27 سال عمر ما شد و در 27 سال تقریبا ما در وطن خود بودیم و از وطن خود لذت بردیم، خانه جور کردیم، خانه آباد کردیم و نام شهرت ما به وطن بود و زحمت خود کشیدیم. خیلی معلوم دار است که یک دفعه یک بلای سر آدم بیا و خصوصا برای طبقه و هنرمنده ها بسیار مشکل بود که تمام چیز دفن شد. ما تانستیم که با بسیار مشکلات خود بکشیم از افغانستان و ایتو اما روحی خود ما اگر بگویم بسیار ضعیف شده. خب و قبلا بسیار پرواز ها کردیم، بسیار سفر ها رفتیم، اما این بار سفر ما بیخی جگرخونی است خلاصا. واقعا درد اجرت خودش درد است که آدم ده ها مرتبه مسافرت میکردیم بیرون مین، پس تو یک امیدواری بود که ما دوباره برگشت میکنیم به خانه خود، اما بسیار ظالمانه خانه ما را گرفتن، بسیار بیرحمانه خانه ما را گرفتن و خانه ما تقریبا ویران شد و تنها درد شما نه که درد تمام مردم ما، ولی طبقه هنرمندان ما تازه روش کرده بود. روش کرده بود. ببینیم که باز پیشتر سرم قسمت نصیب است، حالا فعلا همی چالش ها افتاده. امید داریم از پروردگار اگر وطن ما جور شد فکر کنیم که حالا ما دوباره نخود به وطن خود بریم، بخاطر که ما بعد 100 سال عقب مونده. خب بازم امید تا ریشه در آب است، امید ثمر هست. بشک و ما در 94 هم روزای تاریک را سپری کردیم تا 2001 و ناامید بودن کلگی، ولی بالاخره پس یک شعر از شاعر سراموش کردیم، میگه که آتش به آشیان شما نیز بگذارد، این درد ما به جان شما نیز بگذارد. وقت درد ما به تاورای نیویورک رسید و اونا درد ما را اس کردن آمدن و آل هم فکر میکنه روز روزگار برسه که ما پس دوباره صاحب وطن شویم، صاحب عزت شویم، صاحب نام شویم و پس همگی به آشیانه و خانه خود بریم. بشیر با کی هستیم به ترکیه؟ ماشاءالله با تمام اعضای فامیل هستیم، پدر جان، مادر جان، خواهرها، برادرها، یک دو سه فامیل ما افغانستان است که یک برادرک من از بسیر جان هم در خوب ماشاءالله طبله می نوازه و یک خانواده هم شیریم است، یزنیم است که اونا
خب کمی پاسپورت هایشان مشکلات داشتن، یکی تفلایشان پاسپورت نداشتن، نتونستیم اونها رو بکشیم. دیگه ببینیم کار بخیر چی میشه. اما ما میخواییم برای بیننده های گرامی خودت توضیح بتون که بیگانه اگر برای ما غم میفرستن، بیگانه اگر برای ما رنج میفرستن، بیگانه اگر برای ما مصیبت میفرستن، شکر خدا که ما بلبلهایی داریم، هنرمندان نازنین داریم که اینا از اقل با هنر خود صادقانه در خدمت متندار خود قرار میگیرد و اما یک دقیقی که لبخند بر لبانشان جاری میسازد تیر است که پس دوباره به قلب دشمنایی میخوره که اونا برای ما غمنامه روان میکنند. به او خاطر بینای گرامی بعضا انتقادات میشه که هنرمندا باید نخوانند. من میگم که هنرمندای ما بخوانند، عاشقانه بخوانند، دوستانه بخوانند و در پرویزی که میخوانند باید حداقل برای آهنگای وطنی را در این شرایط بیشتر بسازند، آهنگای میهنی را بیشتر بسازند تا احساس و انگیزی که در بین وطندارهای ما هست. شما چیز نظرتان دارید؟ من خواجان عزیز، تمام آهنگای من دردناک است و تمام آهنگای من از دل وطندارم است. همیشه از دل مردم خود خواندیم و چیزی که در دل خودم است، چیزی که به زبان خود بیان میکنم، کلش به زبان مردم خودم است، از دل مردم است. مثلا یکی از آهنگایم است: کیست این خانه خراب، خانه ما کرده خراب، شب ما کرده سیاه، روزه که ما کرده گلی. این را یک زمزمه کنین. بسیار آهنگ ما خوشم کردن و در این آهنگ بسیار ایواردان گرفتم. کیست این خانه خراب، خانه ما کرده خراب، شب ما کرده سیاه، روزه که ما کرده گلی. کیست این طفلک شیطان، شراندازک شوخ، که وجود شما کاه است و زبان شما پی. باز یک اشاره سرشان رساندیم که اشتللی لی لی اشتللی. خب هرچی خرابی هم کنم اشاره که با امید خداوند وطن ما شما پس دوباره با پاس داده میشن. خب یک جا باشد، ما امیدوار هستیم که شما دیدار بعدی داشته باشیم انشاءالله. اما دیدار بعدی نه در ترکیه، دیدار بعدی نه در جرمنی، دیدار بعدی نه در امریکا. امیدوار هستیم دیدار بعدی داشته باشیم در تورنتو ما باشه، در کانادا ما باشه، گرچه که بر هوای ما سرد است و زمستان ما طویل، ولی کشور است که واقعا کانادا ویژگی خاص خود داره، است که به انسان من حیث یک انسان احترام قائل هستند. و اونجا شما واقعا میبینید که حقوق انسان یعنی چی، حقوق فرد یعنی چی. تبعیض هم میبینید که در اینجا تبعیض چیزا نقش نداره، یعنی واقعا آدم لذت نمیره که در اون یک کشور زندگی کنه. و شجان، من نمیخوام که بیشتر صحبت کنم، چون چهره تا که بیندای ما دیدن خوش دارن که بشنون از شما، خوش دارن که گپ بشنون، ولی همین لحظه شاید قلب ها به تپش باشد، ما انتظار باشه که اگر عوض صحبت و گپ زدن چند پارچه آهنگ از شما بشنون، من فکر میکنم که بهتر است. تو امکان هست که برای صد درصد اگر موسیقی را جور کنیم هم خوبتر میشه که در سالون بریم، سالون بریم و اونجا هم صحبت کنیم که بخاطر موسیقی زنده بشنویم. درست است؟ سلام عرض ادب خدمت همه شما بیننده‌های عزیز خوب امید 24. خدا کنه که هر جای کنار دنیا هستین جور صحت و پیرن عافیت به تنتان باشد. نظیر جان سرود برادر خوردم کمرای من میشه، میخونم، کاری میکنم و همچنان نسیم جان عزیز، نسیم جان وفا برادر بزرگم کم میشه همراه میخونم و درم خوب مینوازم و پدر بزرگوارم محمد شیرین که همیشه با ما یک سپر قوی بوده و تا کنون هست، خوب رباب مینوازم و استاد بزرگوارم هست. رایم جان سرود همچنان همراه مینوازم کیبورد بسیار الله و بنده بشیر و وفا. انشاءالله که چند آنهایی که میخوانیم خدا کنه مورد پسند همه شما قرار بگیرن و با امید روزای موفقیت های بیشتر همه باشیم. آهنگ یوسف زلیخا را میخوانم که فرق جان زیاد خوش دارم. Yes, what I'm doing.
آهنگی که به ملت افغانستان دوست دارم و همیشه ویدیوی خاص جور شده با این آهنگ با آهنگ لالا جان است، هم بستگی و اتفاق نظر جانم را میخواهم. من اهل کابل تو اهل خرات، من از فراهم تو نسل هرات لالا جان. هر دو برابر هر دو برادر هر دو نهالی زمین کشمت لالا جان. لالا لالا دست و بالا هر دو مسته من دیوالا، شیرین میشه شیرین میشه هر دو نسل بده بالا. لرهی لرهی لره 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 شیر دست و بالا هر دو بسته من دیوالا، شیرین میشه شیرین میشه هر دو رسه بده بالا. لرهی لرهی لره 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 سازم بسور بازوی خود بنازم لالا جان. لالا نسیم دست و بالا هر دو هسته من دیوالا، شیری میشه شیری میشه هر دو رست بده بالا. لرهی لرهی لره لره لرهی 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 لرهی
خوش بنایم یکی بریم گل بهار فصل گل از تو بهار سبز نگاه جوان میرک یکی بریم گل بهار فصل گل از تو بهار شرشر بیده چنار میرا جوانی میرا جوانی از کابل جان کوچ کردی یه اولین بارش است که در موسیقی میخونم.